خیلی سال قبل توی سرزمین دوری جنگجو به اسم یانگ زندگی میکرد و از کودکی با قبیله فلوت غم‌انگیز آموزش میبینه تا به بهترین شمشیرزن تاریخ تبدیل بشه. اون این افتخار رو با شکست دادن رهبر قبیله دشمن و تمام اعضای اون قبیله به دست میاره. اما وقتی دختر بچه رهبر قبیله دشمن رو پیدا میکنه نمیتونه اونو بکشه و همین باعث میشه تبدیل بشه به دشمن قبیله خودش. چون هر جنگجو برای پیروزی باید همه افراد یک قبیله رو بکشه که شامل بچه ها هم میشه. حالا کل قبیله فلوت غم‌انگیز دنبالش میفتن و اون حتی نمیتونه به خدمتکار خودش اعتماد کنه. برای همین خونه خودش رو آتیش میزنه و تصمیم میگیره تا با کشتی به امریکا بره و دوست قدیمی خودش یعنی اسمایلی که اونم یه شمشیرزنه رو پیدا کنه تا از نوزاد مراقبت کنه. متاسفانه وقتی یانگ به شهر کوچیک لود میرسه میفهمه که اسمایلی 3 سال قبل مرده. تو همین حال توی خونه یانگ که سوخته بوده رهبر قبیله یعنی غم‌انگیزترین فلوت یه نامه سوخته از شرکت حمل و نقلی که یانگ خریده بوده پیدا میکنه. تصمیم میگیره که اونو تا امریکا دنبال کنه. یه گروه بزرگ از جنگجوهای قبیلهش رو هم با خودش میبره. برگردیم به یانگ. مردم شهر مخصوصا ران که یه آدم مست محلیه ازش میترسن. اما ایت بال که عضو گروه سیرک محلیه باهاش مهربونه و اونو به خوشرویی قدیمی اسمایلی میبره که یانگ بتونه با بچه اونجا بمونه. شب یه زن به اسم لین از پشت به یانگ با چوب حمله میکنه و اون اجازه میده که بزنتش تا هویت واقعیش لو نره. وقتی یانگ توضیح میده که قبلا دوست اسمایلی بوده ازش معذرت خواهی میکنه چون فکر میکرده یکی از جنگجوها و دشمن اسمایلیه. از اونجایی که یانگ از دوستای قدیمی اسماعیلیه و برای شروع زندگی جدید کمک میخواد تصمیم میگیره که بهش یاد بده چطوری توی خوشویی کار کنه و بتونه مغازه رو بچرخونه. لین همه کارهای خوشویی رو بلده چون قبلا به اسماعیلی کمک میکرده تا اونم بهش مبارزه با شمشیر رو یاد بده. و از اونجایی که یانگ هیچ وقت برای بچه اسمی انتخاب نکرده بود لین اسم اونو اپریل میذاره. یانگ فروشگاه رو تمیز میکنه تا از شر گرد و غبار چندین ساله فروشگاه خلاص شه و روز بعد فروشگاه باز و آماده کاره. یه گروه ستایی از نوجوانا میان اونجا و موقع گرفتن لباس اونو اذیت میکنن. اما اتبال میرسه و اونا رو میترسونه و یانگ و اپریل رو برای نهار به سیرک دعوت میکنه. تروپ در حال ساختن یه چرخ و فلکه و امیدوار این کار باعث بشه مردم بیشتری از شهرشون دیدن کنن. یانگ متوجه میشه که لین در حال تمرین برای پرتاب چاقوئه. ولی تو این کار واقعا افتضاحه و همین اعصابشو خراب کرده. ران هنوز از بودن یانگ تو شهر ناراحته ولی آدمای سیرک بهش عادت کردن. شب وقتی یانگ نزدیک خونه لین قدم میزنه برای اولین بار تو زندگیش صدای موسیقی میشنوه. لین متوجه اون میشه و دعوتش میکنه داخل تا با هم به اپرا گوش بدن. این اولین کاریه که یانگ به عنوان یه آدم عادی انجام میده و به مرور این کارهای عادی بیشتر میشه. هرچی میگذره یانگ بیشتر از زندگی عادی خودش توی شهر لذت میبره، مثل لذت تمیز کردن وسایل، پیدا کردن دوست، وقت گذروندن با اونا، کار کردن گروهی با مردم، بازی کردن و حس باختن، تماشای غروب آفتاب و مرتب کردن باغچه بعد از یه روز کار کردن. آخرین کار یعنی آبیاری و مراقبت از باغچه کار مورد علاقه یانگه چون بهش این فرصت رو میده به جای کشتن زندگی ببخشه. بعد از ظهر یانگ متوجه میشه که لین به سمت قبرستون میره و از ایت بال در مورد گذشته اون میپرسه. سالها قبل یه سرهنگ فاسد به اون شهر میاد و اونا رو محاصره میکنه و میخواد با یه دختر برای سرگرمی خودش رابطه داشته باشه و لین رو انتخاب میکنه. اونو به یه آشپزخونه میبره تا باش رابطه برقرار کنه. اما لین تو اولین فرصت یه ظرف پر از روغن داغ روی صورتش میریزه و از ساختمون فرار میکنه. اما سرهنگ داشت شلیک میکنه. بعد پدر و مادرش به همراه خواهر و برادرش به سمتش میدوئن تا جنازه‌شو بردارن، اما سرهنگ به اونا هم شلیک میکنه. وقتی سرهنگ از شهر میره مردم میرن تا جنازه ها رو ببرن دفن کنن، اما میبینن که لین زنده مونده. غروب یانگ میبینه که لین از دقتش توی پرتاب سنگای کوچیک قر میزنه و از اونجایی که میدونه عصبانیتش از کجاست تصمیم میگیره اونو به سیرک ببره و بهش یاد بده چطوری هدفگیری کنه. بهش توضیح میده که مشکل از دستاش نیست و به خاطر تمرکزشه. بعد چشمای لینو با چشمبند میپوشونه و اونو مجبور میکنه که به سمتش چاقو پرتاب کنه. لین تمام چاقوها رو به هدف میزنه و به یانگ هیچ آسیبی نمیرسه. لین ازش تشکر میکنه و اونو فلوت غم‌انگیز صدا میکنه که مشخص میشه اون از اول به خاطر تعریفای اسمایلی میدونسته اون کیه و ازش میپرسه که چرا قبیله اسم خودشونو فلوت غم‌انگیز گذاشتن. و یانگ توضیح میده که وقتی گلو بریده میشه یه صدای غم‌انگیز میده که آخرین صدای هر آدمیه.
بعد لین ازش میپرسه که چرا به قبیله ملحق شده و یانگ داستان پدرش رو تعریف میکنه که وقتی روی زمین کشاورزی کار میکرده یه شمشیرزن فقط برای آزمایش شمشیرش اونو میکشه. اون موقع یانگ از این موضوع عصبانی میشه و تصمیم میگیره که از پدرش قوی تر باشه. لین که متوجه میشه یانگ ناراحت شده بهش یه گردنبند میده و میگه که این قبلا برای مادرش بوده. این باعث میشه یانگ یاد تنها دفعه‌ای که تو زندگیش کادو گرفته بود بیفته، زمانی که فقط یه بچه کوچیک توی دوره آموزشی قبیله بود و رهبر قبیله به اون یه سگ کوچولو هدیه داد. بعد یانگ به لین شمشیر تکلبه خودش رو نشون میده که محکم به غلاف بستتش تا نتونه دوباره کسی رو بکشه و درگیر نفرین ارواح بشه. اما یه شمشیر دوقلو هم داره که از اونو برای آموزش به لین استفاده میکنه و ران اونا رو میبینه. تو همین حال قبیله فلوت به زور یه کشتی رو تصرف میکنن و کل خدمش رو میکشن. ایالات متحده کشور بزرگیه اما رهبر قبیله اصلا نگران نیست و میدونه یانگو خیلی راحت پیدا میکنه و اون تسلیم میشه. توی شهر یانگ از زندگی خودش با عنوان شهروند عادی لذت میبره، از شوخی بچه ها، شستن لباسا، مراقبت از گلا، آموزش لین و آموزش به اپریل برای اولین قدماش. وقتی کریسمس میرسه گروه سیرکی مهمونی بزرگ برگزار میکنن و یانگ هم شرکت میکنه، اما وقتی ازش میخوان تا برقصه قبول نمیکنه، تا اینکه لین ازش میخواد. اونا برمیگردن سر آموزش شمشیرزنی و در نهایت لین میتونه بهش نزدیک بشه و شمشیرش رو روی گردن یانگ بذاره و از فرصت استفاده میکنه و اونو میبوسه. یانگ هم گیج میشه و نمیدونه چه واکنشی نشون بده. تو همون تایم سرهنگ و افرادش به شهر حمله میکنن و با اسباشون رو گلای یانگ حرکت میکنن. سرهنگ ماس رو صورتش زده که سوختگی‌هایی که لین باعث شده رو بپوشونه. اون با مسخره کردن گروه سیرک اونا رو متوقف میکنه و از دلغک برای هدفگیری استفاده میکنه. وقتی ران میخواد جلوشو بگیره گردنشو با تناب میبنده و یکی از افرادش اونو با اسب روی شن میکشه. بعد سرهنگ به دلغک تیر میزنه و برای سرگرمی یه دختر میخواد. مردم شهر میدونن که لین میخواد انتقام بگیره، برای همین اونو توی اتاق زندانی میکنن و دست و پاشو میبندن. یانگ شمشیراشو ازش میگیره اما لین یه چاقو تو بوت خودش قایم کرده و بعد از اینکه مردا از پیشش میرن خودشو آزاد میکنه. در حالی که یانگ تردید داره که قفل شمشیر خودشو بشکنه یا نه، سرهنگ یه زن رو انتخاب میکنه که همسر داره و وقتی شوهرش سعی میکنه ازش دفاع کنه جفتشون رو میکشه و باعث میشه دختراشون که قایم شدن سمت جسد پدر مادرشون برن و سرهنگ یکی از اونا رو انتخاب میکنه. اون وقتی دختری که انتخاب کرده رو دارن میشورن شامشو میخوره، اما لین میاد داخل و تظاهر میکنه که برای سرگرم کردنش داوطلب شده. مردم شهر متوجه میشن که لین فرار کرده و یانگ وقتی اینو میشنوه تصمیم میگیره قفل شمشیرشو بشکنه و همین باعث میشه رهبر قبیله صدای اونو بشنوه و کشتی رو به جای درست هدایت کنه. لین سعی میکنه با چاقو سرهنگو بکشه، اما مشخص میشه که سرهنگ از اول میدونسته اون کیه و با یه اسلحه منتظر بوده. با شلیک به سقف سرهنگ افرادشو صدا میکنه و اونا لینو به تخت میبندن تا بالاخره سرهنگ چیزی که میخواد و به دست بیاره. اما یهو یانگ از پنجره میاد داخل و جلوشونو میگیره. خیلی راحت افراد سرهنگو میکشه و وقتی میخواد سرهنگو هم بکشه لین جلوشو میگیره چون میخواد خودش این کارو انجام بده. سرهنگ لینو میگیره، از پنجره میپره پایین و فرار میکنه و به افرادش میپیونده. لین دنبالش میکنه و با تمرکز چاقوش رو به سمتش پرتاب میکنه و اونو به قتل میرسونه، شاید هم نمیتونه. وقتی مردم نزدیکتر میشن و ماسکو برمیدارن میفهمن جسد برای یه نفر دیگه است و سرهنگ فرار کرده. یانگ میره تا وسایل خودش رو اپریل رو جمع کنه قبل از اینکه قبیلش به اونجا برسن و نمیخواد بقیه مردم رو به خطر بندازه. با این حال ایتبال بهش میگه که مردم همین الانم هم تو خطر هستن و سرهنگ برای انتقام برمیگرده و برای حفاظت به آدمای بیشتری نیاز دارن. یانگ هم تصمیم میگیره که بمونه، اما مردم شهر هنوز نگرانن و فکر میکنن تعدادشون خیلی کمه. با این حال ایتبال اصلا نگران نیست، اون میدونه که اونا رانو دارن. مشخص میشه که ران قبلا یه تبهکار بوده و ایتبال تمام اسلحه هاشو توی قبرستون دفن کرده، اما الان وقتشه که اونا رو بیرون بکشه. ران شروع میکنه به تمرین تیراندازی و میفهمه که هنوز هم همونقدر مهارت داره. تو همین تایم لین با یانگ صحبت میکنه و از اونجایی که میدونه وقتی همه چی تموم بشه اونا اپریل از اونجا میرن، ازش میخواد که اونم باهاشون بره. ران لباسای قدیمی کابویی خودش رو پیدا میکنه و به یانگ میده تا اونا رو تمیز کنه. وقتی مردم با مواد منفجره شهر رو تجهیز میکنن، یانگ و ران در مورد گذشتهشون با هم حرف میزنن و با هم ارتباط میگیرن.
ران اعتراف میکنه که همیشه میدونسته یانگ مرد خطرناکیه چون بوی خون رو تشخیص میده و یانگ هم همین ادعا رو در مورد ران میکنه و به خاطر همین با هم دست میدن و ران توضیح میده که از کارش که یه دزد حرفه‌ای بوده دست کشیده چون پلیسایی که دنبالش بودن زنشو کشتن و قبل از مرگ همسرش ازش خواسته که دیگه هیچ وقت اسلحه دستش نگیره و تا الان به قولش پایبند بوده اما الان وضعیت فرق میکنه و ایتبال بهش گفته که همسرش این موضوع رو درک میکنه ران به یانگ میگه که اگه واقعا عاشق کسی باشه باید از اون دوری کنه تا دردای خودشو به اون تحمیل نکنه بعد یانگ شمشیرای لینو بهش پس میده و یادآوری میکنه که بهترین نقاط برای کشتن یه مرد کجاست روز بعد یکی از نوجوانا با اپریل توی سردخونه قایم میشن در حالی که یانگ تو ورودی شهر و ران داخل چرخ و فلک منتظرن وقتی سرهنگ و آدماش میرسن به شهر حمله میکنن و دوباره از روی باغچه ها رد میشن و میرن رو دینامیتایی که مردم اونجا جاساز کرده بودن انفجار باعث میشه گروه زیادی از اونا کشته بشن و گرد و غبار بلند بشه و این به یانگ فرصت میداد راحت‌تر به طور ناشناس و مخفیانه آدمای بیشتری رو بکشه سرهنگ دستور میده که جلو برن تا به سیرک برسن و داخل سیرک دستگاه یهو منفجر میشه و آدمای بیشتری میمیرن ران از بالای چرخ و فلک به اونا شلیک میکنه و وقتی افراد سرهنگ از چرخ و فلک بالا میرن آدمای سیرک میرسن و به سمتشون شلیک میکنن تو همون حال یانگ مخفیانه به کشتن آدمای بیشتر ادامه میده ران هم از تمام گلوله‌هاش استفاده میکنه و بعد با یه کابل از چرخ و فلک پایین میاد و وقتی به زمین میرسه چرخ و فلک رو منفجر میکنن و همه افراد سرهنگ میفتن پایین گروه سیرک بیرون میان و فکر میکنن که پیروز شدن اما هنوز سرهنگ و بعضی از آدمای زندن و خیلی از اونا رو میکشن وقتی آدمای سرهنگ اونا رو محاصره میکنن رهبر قبیله و افرادش میرسن یه نبرد جدید بین شمشیر و تفنگ شکل میگیره و یانگ از لین میخواد که با اپریل فرار کنن و خودش به جنگ برمیگرده هر دو طرف خیلی سریع خیلی از آدماشون از دست میدن مخصوصا به خاطر اینکه یانگ از هر دو طرف کلی آدم کشت بعد میره دنبال لین و اپریل تا ازشون محافظت کنه اما سرهنگ متوجه میشه وقتی میره دنبالشون لین اپریل رو به ایتبال میده تا اونو ببره و خودش به کمک یانگ میره بعد از کشتن اونا میرن دنبال ایتبال و متوجه میشن که سرهنگ اونو کشته و بچه رو با خودش برده سرهنگ با اپریل توی یکی از اتاقای هتل قایم میشه و افرادش رو جلوی در میذاره تا از اونجا حفاظت کنن وقتی شمشیرزنای بیشتری برای رسیدن به اپریل به هتل میرن یانگ هم به اونجا میرسه و به سرعت همه نگهبانا رو قبل از ورود به اتاق میکشه یانگ با حرکت سریع شمشیرش سرهنگ و خلع سلاح میکنه و اپریل رو پس میگیره اما اونو نمیکشه و این فرصت رو به لین میده لین و سرهنگ شروع به جنگیدن با شمشیر میکنن و اول سرهنگ برتری داره اما بعد لین با رضایت کامل سرهنگ رو میکشه بعد از اون حالا وقتشه که یانگ با استاد خودش روبرو بشه کسی که اصرار داره تا اپریل رو بکشه چون اون دشمنشونه رهبر قبیله میدونه که یانگ نمیتونه اونو بکشه چون همیشه قلب نرمی داشته و وقتی هم که بچه بوده نتونسته بود سگش رو که بهش دستور داده بود بکشه و حالا هم که بزرگ شده نمیتونه یه بچه رو بکشه با این حال یانگ هیچ تردیدی برای محافظت از عزیزانش نمیکنه و هیچ شکی برای کشتن استادش نداره در آخر هم رهبر قبیله رو با حفظ غرورش میکشه حالا همه چیز تموم شده و وقتشه که یانگ از اونجا بره به یاد نصیحت ران یانگ تصمیم میگیره که نه تنها لین بلکه اپریل رو هم با خودش نبره و اونو توی خطر قرار نده ماها بعد یانگ توی سرزمین سرد زندگی میکنه و مایهایی که گرفته رو میفروشه متاسفانه حتی اونجا هم یه قاتل پیداش میکنه بعد از کشتن اون مرد یانگ شمشیر و گردنبندی که لین بهش داده بود رو بر میداره و قبل از اینکه از اونجا بره بعد از گوش دادن به موسیقی خونه رو آتیش میزنه موقع رفتن آدمای بیشتری از قبیله اونو پیدا میکنن و این به این معنیه که یانگ همیشه باید بجنگه و دنبال خونه جدید باشه.